שישמיה הונן רסטו אני שיהיה בדון הויין דמונית וצ'ו בדון ודושמן ארטוסן יחורי מנו הנה ג'ורמן פדו יחוק יפו כמי הנה ובטו צ'ו שוט נשאר به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. ما درود بسیار بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون 24 ساعته پارس. امیدوار هستم هر کجا که هستید و تصویر ما را میبینید در فضایی از مهر و محبت و عشق به ایران بزرگ زندگی کنید. روز دیگر فرا رسید و ساعتی دیگر در برنامه جنبش آزادی خواهان ایران با شما مهربانان هستیم. با شما دلسوختگانی که دل به نجات ایران بسته اید و میکوشید که از طرق حرکت‌های دموکراتیک سرانجام یک حکومت مردم سالار دموکراتیک را در ایران بر سر کار آورید. شمایی که به خوبی میدانید هر کسی که با اسلحه بر کشور ما حاکم شود با اسلحه حکومت میکند، همچنان که جمهوری اسلامی این چنین کرد. 27 سال پیش از آتش سوزی سینما رکس آبادان گرفته تا انفجار در یک پایگاه پلیس تا جنگ های خیابانی سرانجام دیکتاتورانی را بر سر کار آورد که امروز 27 سال است عملکردشان، سرانجامشان، فقر و نابودی و فحشا و ارتشا و طاعون در کشور ماست. بنابراین امروز ملت ایران آگاه است برای آن که خود بتواند حاکم بر سرنوشت خیش باشد، بهترین روش آن است که از روش های دیپلماتیک در نهایت احترام، در نهایت شخصیت قوم ایرانی بر کشور خیش دست یابد. برخی معتقدند که باید بیگانه به ما کمک کند. بیگانه بیگانه است، همه می دانیم. هر بیگانه ای که به ما کمک کند توقع دارد که ما منافع او را نیز تأمین کنیم. منافع او منابع و ثروت ملی ماست که امروز در ترفند استعمار می سوزد و چپاول می شود. از این همه درآمد سرشار نفت، از این همه درآمد از صادرات ایران، آنچه که نصیب ملت ایران شده است زیر خط فقر زندگی کردن است، روسبیگری است، اعتیاد است، عدم توجه به جوانان است، آینده سازان است، فردای مفهوم است. بنابراین باید به فکر چاره اساسی باشیم و در طرح‌هایی که این روزها میهن پرستان من برای نجات ایران میدهند باید توجه داشته باشیم. آنچه که بیشتر جلوه میکند طرح‌هایی است که جنبش آزادی خواهان ایران مطرح کرده است. امروز 20 روز اعلام این طرح است که چگونه میشود از روش های دیپلماتیک در نهایت صلح و در نهایت آزادی و در نهایت عدم خشونت به یک حکومت مردم سالار دست یافت. 20 روز است که دکتر منوچهر گنجی، استاد حقوق بین الملل، رئیس سابق دانشکده حقوق دانشگاه تهران، وزیر سابق آموزش و پرورش و یکی از مبارزان سیاسی که سالها در زمینه تأمین حقوق بشر در سطح جهان فعالیت کرده است، طرح‌های نافرمانی مدنی را مطرح ساخته است که چگونه می شود از این روش‌ها با توجه به تجربیاتی که دیگر کشورها در برکناری حکومت‌های دیکتاتوری داشتند ما نیز بهره بگیریم و با توجه به جامعه شناسی خود، با توجه به موقعیت و زمان خیش، آن را با خلقیات ایرانی تطبیق بدهیم.
در این میان آنچه که یک نقطه مشترک در این مبارزات است، ایستادگی است، ایستایی است، همبستگی است برای دستیابی به چنین هدفی، برای رسیدن به چنین هدفی. پشتکار است، ایثار است، ایستادگی است. همچنان که در کشورهای دیگر دیدیم، سال گذشته در اوکراین دیدیم که چگونه مردم روزها را روی یخ میخوابند تا حرف خود را به کرسی بنشانند. در گرجستان دیدیم، در مغولستان دیدیم و قبلا در آفریقای جنوبی، و امروز نوبت ایران است. نوبت سرنگونی رژیمی است که نه مردم ایران آن را میخواهند، نه جهانیان احترامی برایش قائلند. آرزو دارند هرچه زودتر برود. رژیمی که هم در درون مردم را میترساند، هم در خارج صحبت از بمب اتمش میکند، اما زیر میز، اما پشت پرده با ابرقدرت ها لاس میزند تا سرانجام جام زهر را بنوشد. امروز با نحوه نوشیدن جام زهر در این برنامه نیز آگاه میشوید و میبینید که سفیر رژیم در سازمان ملل متحد چگونه زمینه نوشیدن جام زهر را فراهم میکند. و در این میان این مردمند، این ملت ایرانند که باید در این بازی سیاسی بسوزند، چون آنها در نوشیدن این جام زهر تضمین امنیتی برای رژیمشان میخواهند. میخواهند همچنان به سرکوب مردم ادامه دهند، میخواهند همچنان منابع ملی ما را غارت کنند، میخواهند همچنان بر روسبیگری دخترکان معصوم ایرانی دامن بزنند، همچنان بر اعتیاد جوانان دامن بزنند. ملت ایران هر بلایی که به سرش می آید بیاید، فقط این گروه مفتخور بمانند و بمانند تا بتوانند منافع اربابان خود یعنی استعمارگران را تأمین کنند. و این ما هستیم که باید به فکر خیش باشیم، باید به فکر چاره باشیم. چاره را باید خودمان بکنیم، با اون خدای ایران. نه آمریکایش، نه اسرائیلش، نه اروپایش، هیچ کدامشان دل برای ما نمی سوزانند، و فقط این خود ما هستیم که باید دل برای ایرانمان بسوزانیم. به سخن این رادیو و آن تلویزیون، این برنامه ساز، آن برنامه ساز، که هر کدام آب با آسیاب دشمن میریزند، آب با آسیاب ارباب، توجه نکنید. به دل خود، به مغز خود، به اندیشه خود، به ایرانی بودن خود، به نجات ایران بیاندیشید که باید به دست ایرانی نجات پیدا بکند. منتظر ابرقدرت نباشید که بیاید پرچمش را در خاک پاک ما به اهتزاز درآورد. بگذارید این پرچم به دست خود ما ایرانیان در خاک پاکمان به اهتزاز درآید. آنچه که امروز میگویم برداشتی از آنچه که در این زمان بر ما میگذرد، و خواستم آگاهی لازم را به عنوان یک روزنامه نگار خدمتگزار به شما بدهم که باز هم گول اینان را نخورید، به این حرفهای مفت که بابتش پول میگیرند که مفت حرف نزنند توجه نکنید. به فکر خیش باشید، به فکر نجات ایرانمان باشیم که بتوانیم خود بر سرنوشت خیش حاکم باشیم، دیگر ارباب نداشته باشیم، خود ارباب خیش باشیم. امروز زمان آن است که همه ما بابک باشیم، همه ما کوروش باشیم، همه ما فردوسی باشیم، همه ما رضا شاه باشیم، همه ما ایرانی باشیم که دل به ایران دارد و دل برای مردم می سوزاند. امروز روز حرکت ملی است، روز برخاستن ملی است، روز چارجویی ملی است. بشنوید، در اندیشه خود ارزیابی کنید، احساساتی نشوید، منطق و دانش و خرد را به کار بگیرید که این پند فردوسی است. کسی که به ایران اندیشید و ایران یار بود، سرباز بود، همچنان که شما امروز باید باشید. در برنامه امروز پای سخن دکتر منوچهر گنجی می نشینیم. دکتر منوچهر گنجی یک جمع‌بندی از آنچه که در این 20 جلسه
برنامه تلویزیونی و کارشناسانی که در این برنامه سخن گفتن داریم. ایرانیار دیگر من دکتر سعید گوهری با ماست که عاشق ایران است، عاشق مردم است. میهمانانی داریم که اگر فرصت شد آنان را نیز روی خط خواهیم آورد تا شما نیز بدانید که احساسات ملی برای نجات ایران چگونه جلوه می کند. با درود بسیار بر دکتر منوچهر گنجی و دکتر گوهری. خیلی تشکر جناب پارسا. مطالبی که گفتین بسیار درسته. قبل از اینکه شروع کنم، روزنامه نیویورک تایمز امروز رو صفحه نامه های رسیده رو نشونتون میدم. در این روزنامه امروز آقای ظریف نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نامه نوشتند و ضمن اینکه میگویند که ما آماده هر کاری هستیم برای اینکه جامعه بین المللی رو راضی کنیم در زمینه نیروگاه های هسته‌ای. میگویند که ما هیچگاه تهدید هیچ عضو سازمان ملل متحد رو تهدید نکردیم به نابودی و از بین بردن. عجب چیز دروغ بزرگی. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور رژیم آخوندی رسما اعلام کرد که باید اسرائیلیا رو بریزیم توی دریا و باید آلمانا یا یک کسی دیگه که در آلاسکا جای دیگه براشون پیدا کنن اونا برن اونجا. عجب داخل اینا رو در عرض مدت کوتاهی چگونه میتونه فکر میکنه که مردم فراموشکارن. بعد عقب نشینی، چه عقب نشینی؟ اصلا چیزی که نیویورک تایمز کشیده دو تا هفتی رو که میاد یه نفر از جمهوری اسلامی آقای ظریف رو نشون میده که دستش رو نگه داشته میگه نه نزنین ما آماده ایم. خب حالا این رو بگذاریم کنار، این روال کار جمهوری اسلامی است. بیایم به زمان کوتاه، من یک جمع‌بندی خیلی مختصری از آن چه که در این برنامه ها همونطور که جناب پارسا گفتم و دوست عزیزم دکتر گوهری به من اشاره کردن و گفتن که در مجموع ما 20 همونطور که ایشون فرمودن 20 برنامه داشتیم. 20 برنامه یکی چند روزش دو بار برنامه داشتیم. نام جنبش رو همیهنم پیشنهاد کردن جنبش آزادی خواهان ایران. امیدوارم که این نام رو همه به کار ببریم. فکر نکنیم که ما پیشنهادش کردیم. یه جایی باید اسم درستی برای مبارزات مردم ایران ما اعلام بکنیم. سمبول یا نماد مبارزات رو مشت گره خورده با گل نیلوفر به علامت عشق و محبت به همه هممیهنان و مشت به علامت مصمم بودن برای آزادی ایران. رنگ مبارزات رو آبی آسمانی. شعار اصلی مبارزات رو هم بستگی آزادی برابری. اینها همه و یک مقاله من نوشتم در ابتدا، یه مقاله مفصلی روی نافرمانی در سایت درفش در آدرس درفش.org derafsh.org به تفصیل شرح داده شده. خلاصه مهمترین بخش اون چه در 52 ساعت برنامه تلویزیونی طی 15 روز گذشته از روز 22 مارس با شما 31 نفر از هممیهنان شما در میان گذاشتند، در این دو بیت زنده یاد حمید مصدق خلاصه میشه. او گفت من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برمیخیزند. ما در اشعار شعرهای نامیمون چون سعدی و فردوسی و خیام و دیگران مولوی مطلب بسیار داریم در زمینه نافرمانی مدنی. سعدی میگوید نابرد رنج گنج میسر نمیشود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد.
باید کار کرد برای آزادی ایران. باید امروز بپذیریم این خلاصه ای از اون چه که به اطلاع شما در این روزها رسید، بپذیریم که بی‌تفاوتی و نداشتن اعتماد به نیروی خود نزد ماست که رژیم را هنوز سر پا نگه داشته است. باید بدانیم که بدون همکاری ما رژیم آخوندی در ایران یک روز هم وجود نخواهد داشت. اعتقاد و امید به پیروزی و قدرت و توان مبارزاتی به مردم قدرت و توان مبارزاتی دادن به مردم تحت ستم باید راهکار اولیه مبارزات آزادی خواهان ما را تشکیل دهد. مطالعه و سازماندهی درست، مشخص کردن اهداف مبارزه، حرکت و کار سازمانی و با برنامه و داشتن خصوصیات شهامت و شجاعت تا حد ایثار نزد فعالان رده بالای این مبارزات و اعتقاد به کار جمعی از الزامات دیگر این مبارزات است. هدف مبارزات ما انهدام و قلع و قمع مخالفان نیست، بلکه پیروزی آزادی خواهان است. از طریق نافرمانی گسترده در سراسر کشور تا زمانی که ساختار سرکوب و اطلاعاتی، امنیتی و اداری و مالی رژیم به کلی فلج شده و کارهای خود را به کلی از دست بدهد، یعنی کار ما اینه که به کلی ساختار و سرکوبش رو فلج بکنیم، اطلاعاتی امنیتی اداریش رو و کارایی رژیم رو طوری بکنیم که به حد اقل ممکن برسه و کارایی ما به حد اکثر ممکن. در این راه قبل از هر چیز باید ایمان و اعتقاد مردم در لزوم مقاومت و تغییر رژیم تحقق یافته باشد. مفهوم آزادی در هر کشور از فرهنگ آن جامعه سرچشمه می گیرد که اراده ملی برای ابراز شجاعت و شهامت اخلاقی در راه دفاع از آزادی های فردی و اجتماعی تا حد دستگیر شدن و به زندان رفتن و شکنجه شدن جزء لاینفک آن است. یعنی آدم باید آماده باشه برای این چیز، برای آن چی که فکر میکنه ارزشمنده و میخواد فرزندانش از اون بهرمند بشن و نسلهای آینده بهرمند بشن. این یک حقیقت است که همیشه مستبدان از آن جهت موفق میشوند که سرکوب شدگان به طور مستقیم یا غیر مستقیم، دانسته یا ندانسته، به آنها کمک میکنند. این دیگر نیز یک حقیقت است که مردم هر جامعه را میتوان در خفقان و یا اسارت نگه داشت، اما فقط تا آنجا که آنها میپذیرند در خفقان و اسارت زندگی کنند. بهترین شیوه مبارزاتی در دنیای معاصر آگاهی و اتحاد و همبستگی ملی، مطالعه و برنامه ریزی، داشتن رهبری آگاه و مصمم معتقد به دموکراسی و شیوه مبارزاتی نافرمانی و به مورد اجرا گذاشتن برنامه‌های از قبل مطالعه شده و گسترده در این زمینه است. عادت بی‌تفاوتی و باری به هر جهت را باید در خود دور کرد و کنار بگذاریم. باید به خوبی فهمید که بدون همکاری ما رژیم آخوندی سرنگون خواهد شد. برنامه مبارزه از طریق نافرمانی، مبارزه منفی و مبارزه از موضع تدافعی نیست. ابتکار عمل در این نوع مبارزات همیشه در دست مبارزان آزادی خواه است. موضع مبارزان نافرمانی همیشه تهاجمی است. یکی از الزامات اساسی در توفیق این نوع مبارزات مطالعه، فهم و درک عمیق و حربه روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است که از جانب مردم و مؤسسات و نهادهای اجتماعی به کار گرفته می شود. باید دامنه عدم همکاری و نافرمانبرداری از رژیم را هر روز در سراسر کشور گسترش داد.
و نارضایی های عمومی را تشدید نمود. به پیروزی آزادی خواهان باید ایمان راسخ داشت، همانطور که گاندی میگوید و من گفته او رو اینجا میخونم برای شما: ترس و توفیق مبارزات نافرمانی همان اندازه در تضادند که آب و آتش. دانشجویان، دانش آموزان و زنان و کارگران در این مبارزات نقش کلیدی دارند. علاوه بر فعالیت‌های مستقل و مشترک دانشجویان پزشکی، همچنین روی جامعه اطباء کار خواهند کرد. دانشجویان رشته مهندسی روی مهندسین کارخانجات، دانشجویان رشته قضایی روی قضات و وکلای دادگستری و دفترداران کانون وکلای دادگستری و دیگران نیز به همین ترتیب. از جمله ابعاد نافرمانی ایجاد تشکل‌ها، هسته‌های صنفی، کارگری و محلی و به منظور اجرای طرح‌های گوناگون مبارزاتی از قبیل اعتصاب در میان کارگران، دانشجویان، معلمان، کارگران، شرکت نفت، عدم فرمانبرداری پاسداران، بسیجیان، اعتصاب سنوف و دیگر قشرهای فعال حساس جامعه است. در محله‌ها جوانان که با یکدیگر دوست و نزدیک هستند می توانند گروه‌های منسجم تشکیل دهند و در صورت فراخوانی برای حرکت و شرکت در تظاهرات به اتفاق در آنها شرکت کنند. ابزار ترور و وحشت رژیم را باید به طرق گوناگون شناسایی، فاش و رسوا کرد و از کار انداخت. خرید محصولات کارخانجاتی که متعلق به طرفداران رژیم هستند را باید تحریم نمود. مراسم نماز جمعه و دیگر اجتماعات رژیم را باید بایکوت نمود. روز و روزهای خاصی را باید تعیین کرد و از عموم بانوان خواست در آن روزها حجاب را رعایت نکنند و آقایان تمیز، با ریش تراشیده و البسه آبی آسمانی در خیابانها حضور پیدا نمایند. بانوان نیز تا سرحد امکان از رنگ آبی آسمانی در البسه خود استفاده کنند. همه باید جوانان معتاد را به ترک اعتیاد تشویق کنیم و شبکه مافیایی حکومتی واردات و فروش این مواد را هر روز بیش از پیش برملا کنیم. سرمایه داران کلان ایرانی یه داخل و خارج کشور را همه باید تشویق به کمک رسانی به مبارزان کنیم. سرمایه داران کلان ایرانی داخل و خارج کشور را همه باید تشویق به کمک رسانی به مبارزان کنیم. نام و مشخصات کمک دهندگان را باید کاملا محفوظ نگه داریم. همه باید بدانیم که روی کمک‌های خارجی نمیتوان حساب کرد. دسترسی مطمئن به امکانات مالی هممیهنان از ضروریات مبارزات آزادی‌خواهانه ماست. در این زمینه هم مبارزان داخل کشور و هم مبارزان خارج کشور باید سخت کوشا باشند. راستگویی، مراعات نظافت و ادب و دور کردن ترس از رژیم نزد مبارزان مسالمت‌جو از ابزار کمکی مهم این مبارزات است. توجه دادن و آگاه کردن مردم ایران از خطرات بزرگی که در کمین ملت ایران است و نقش سردمداران رژیم که با رفتار و سیاست‌های جاهلانه و نابخردانه خود همه جهان را علیه ایران بسیج کرده اند و راه خروج از این مهلکه که در گروه سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی است را برای همه برملا کنیم. اتحاد و همبستگی. ببینید این مقاله نیویورک تایمز تمام عقب نشینی آقای ظریف به یه جا منتهی میشه. او نمیگوید که ما غنی سازی اورانیوم در داخل خاک خودمون رو حاضریم که بیایم و با جامعه بین المللی تفاهم ایجاد کنیم. همه چی رو میگه جزی. بنابراین فکر نکنید که اینها اهل این هستن که بیان و ایران رو حفظش بکنن در شرایط کنونی. هنوز خطر متوجه کشور ما هست و هنوز شورای امنیت 31 روز بعد از تصمیمی که گرفت که میشه در حدود 24-5 روز دیگه
اجراس خودش رو تشکیل میده. اتحاد و همبستگی میان کلیه ایرانیان و با مطالعه و برنامه در چارچوب یک استراتژی بزرگ کار کردن سر موفقیت فعالیت‌های ما خواهد بود. برقراری آشتی ملی با همه جز آنهایی که دستشان به خون هممیهنان آغشته شده است باید روال کار ما باشد. آنها نیز چنانچه آنهایی که دستشون به خون آغشته شده چنانچه امروز صادقانه به صف آزادی خواهند بپیوندند از بار گناهان خود به طور محسوسی خواهند کاست. رهبری مبارزات الزاماً در ابتدا به شکل غیر متمرکز بوده و در مراحل بعدی و نهایی رفته رفته به شکل رهبری متمرکز عمل خواهد نمود. تجربیات دیگرانه به ما نشون میده تک رهبری الزاماً بهترین مدل رهبری نیست. در بهترین شرایط رهبرها وجود دارند تا یک رهبر. حتما باید بین آنها تفاهم و تعاون و صمیمیت و همکاری نزدیک برقرار و پایدار باشد. رهبری مبارزات باید جامعه بین المللی را علیه رژیم بسیج نماید. سندکاهای کارگری بین المللی، انجمنهای قلم، کانونهای نویسندگان، سازمانهای طرفدار حقوق بشر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در نهایت مجمع عمومی سازمان ملل متحد و سایر ارکان بین المللی زیر ربط را علیه رژیم بسیج کند و فشارهای بین المللی به روی رژیم هر روز بیشتر سازد. ببینید سازمانهای مثل ما که صحبتشو میکنیم در سازمان ملل متحد ناظر داشتن و اون ناظرین در تمام این اجلاس‌ها شرکت می‌کردند و سعی می‌کردند با نمایندگان کشورهای مختلف توی کوریدورها در جلسات بشینن، درشون شرح بدن، توضیح بدن. ما نداریم هنوز این امکانات رو و همچین چیزی انجام نمی‌گیره جز در موارد محدودی که به علت شرایط و وضعی که مجاهدین داشتن، امکانات مالی که داشتن، اونها در بعضی از اجلاس‌ها شرکت داشتن. از جمله دیگر وظایف شورای رهبری ارائه گروه مورد اعتماد جانشینی موقت پس از سرنگونی رژیم و تا تصویب قانون اساسی نوین و انتخاب سراسری است. ببینید رژیم یه دفعه میفته، خلأ ایجاد میشه، باید چیزی باشه که بتون خلأ رو پر کنه. اگه پیش بینی نشده باشه که خلأ چگونه پر میشه، باز ممکنه که رژیم بیفته تو دست یه عده‌ای که بیان حالا تازه یه کودتایی شده، یه عده‌ای میان سرکوب دیگران را آغاز میکنن. به مبارزان و مردم به خوبی باید تفهیم کرد که در نهایت چه نوع شرایط سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی در کشور حاکم خواهد شد. وجود یک رهبری هوشیار، یک منظورم یه نفر نیست، رهبری هوشیار و میهن پرست و فرهیخته برای دادن رهنمودها و هماهنگ کردن جنبش‌های گوناگون و اهداف و تدوین یک استراتژی و تاکتیک‌های لازم زمانبندی شده برای هدف غایی رهایی ایران از ضرورت خاص برخوردار است. مرحله گذار از دیکتاتوری به دموکراسی پس از سقوط رژیم نباید طولانی باشد. این دوره باید کوتاه بوده و از قبل برنامه ریزی شده باشد و هر چه زودتر انتخابات مجلس مؤسسان انجام گرفته، طرح قانون اساسی تهیه شده، به آرای عمومی گذارده